سلام عزیزان، من وحید هستم از گروه آموزشی هفرنگ و امروز میخوام براتون آموزش کار با بندیکم رو یاد بدم، ویدیو گرفتن از صفحه کامپیوتر برای آموزش کار با بندیکم. دیگه نصبش که دیگه میدونید چه شکلی، براتون توضیح دادم کامل. حالا میرسیم به آموزش کار با بندیکم. عرضم بازتون این قسمت، این من ورژن 4.1 شو دارم آموزش میدم برای شما. این قسمت فول اسکرین داره، تصویر شما رو چه تصویری نمایش بده برای وقتی که ضبط میکنی به چه حالت تصویری باشه، که حتما رو حالت فول اسکرین بذاری. این حالت گیمینگ داره برای اینکه شما بخواید از بازی فیلم برداری کنید، که اینو من بعدا واسه شما توضیح میدم که چه حالتی داره. اینجا حالت پاز داره و استوپ و رکورد داره. این طرف هم که حالت، اینجا هم حالت پیکچر داره، یعنی عکس میگیره از تصاویر. خب میام تو قسمت اول کار، قسمت هوم هست که باز هم همین گزینه‌هایی که این بالا بود اینجا شما میبینید. دو صفحه هوم چیز خاصی نداره، فقط یه رکورد داره که مثلا با F12 رکورد میزنی، میتونی خودتون تغییر بدی و یه عکس گرفتنی که با F11 میتونی عکس بگیری که باز هم اینو میتونی خودتون تغییر بدی. مهمترین قسمتش، میریم سراغ قسمت ویدیو. مهمترین قسمتش، حالا به ترتیب یکی یکی براتون توضیح میدم. قسمت بعدی قسمت جنرالش هست. عرضم به حضور اولتون که قسمت جنرال اینجا نشون داده میشه که این ویدیویی که میگیرید کجا ذخیره بشه. یعنی به طور نرمالش رو حالت درایو C هست، ولی من انداختم رو درایو E. یه قسمتی براش درست کردم به اسم بندیکم و رو اونجا دارم ذخیره میکنم. شما هر جایی که دوست داشتی میتونید ذخیره کنید. این گزینه های اینجا رو هیچ کدومش رو تیکش رو نزنید، چون این که مثلا میگه که مثلا استارت بندیکم مینیمم، یعنی این که شما وقتی که کامپیوترتون باز میشه اتوماتیک وار برای شما مثلا استارت شروع به فیلم برداری کنه، یا این حالت رانش هم به همین حالته که وقتی ویندوز رو باز میکنه حالت ران بشه. اینجا مثلا میگه وقتی که فول اسکرین میکنی تصویرو برای شما رکورد بگیره. میگم شما هیچ کدوم از گزینه های اینجا رو نمیخواد بزنید. این اتوماتیک کامپلیتش هم به حالت دیسیبل باشه بهتره، رو حالت دیسیبل باشه. پس تو تنظیمات جنرال از موضوع فقط و فقط شما قسمت این ذخیره رو دوست دارید، هر جایی که تغییر بدید ذخیره تغییر میدید. میریم تو قسمت بعدی که قسمت ویدیو هست. این قسمت باز داره همون حالت رکورد داره که حالت F12 داره که شما میتونید تغییر بدید با هر چیزی. حالت پازش رو داره که این گزینه پاز شما میتونید تغییر بدید با مثلا Shift F12 به هر چیزی که میخواید تغییر بدید. شوموس داره، یعنی که موس شما رو وقتی میخواید اینطوری کلیک میکنید مثلا نشون بده موس شما رو کامل. ادموس کلیک افکت داره، یعنی اینکه مثلا الان من کلیک میکنم یه افکت مثلا قرمز رنگ یا یه افکت آبی به شما نشون میده. این اد وب کم داره، این اد وب کم یعنی اینکه تصویری که این گوشه میبینی تصویر این گوشه باشه یا نباشه. میتونید مثلا کنسل کنید تصویر نیست، میتونید بزنید تصویر بیاد، یه همچین حالتی اد وب کم. اینجا هم گزینه سیتینگ داره که کامل تمام این چیزایی که گفتم به صورت حرفه‌ای و کامل تو قسمت سیتینگ هست. قسمت ساندش من به ترتیب به سربرگ به ترتیب میرم. قسمت ساند داره، این قسمت ساند شما اینجا میکروفونتون رو انتخاب میکنید که چه میکروفونی باشه. دیفالت داره که هیچ میکروفونی نیست، من رو حالت میکروفون داره. این قسمت ولوم داره که این قسمت شما باید باش کار کنید که ببینید چه حالتی. رو ولوم 100 داره، رو ولوم 90 داره، رو هر ولومی که خواستید میتونید قرار بدید. این قسمت میکروفون دومه که مثلا شما اگه با دو تا میکروفون دارید صداتون رو جمع میکنین، این با حالت میکروفون دوم باشه که اصولا نیاز نیست، همه با یه میکروفون ضبط میکنن. حالا برای کسایی که مثلا میخوان کار حرفه‌ای انجام بدن با دو تا میکروفون انجام میدن. پس اینم از قسمت ساندش. میریم تو قسمت وبکم. قسمت وبکم حتما این اد وبکم همین گزینه‌ای هست که اینجا هست، اد وبکم میبینید. اگه من اینو بردارم اون تصویر من که از این گوشه هست میره. این قسمت سایز تصویره، مثلا سایز تصویری که این گوشه هست رو 20% میتونه 15 باشه، میتونه هر سایزی که بخواید کل صفحه باشه. اینجا هم جاییه که تصویر من قرار میگیره، مثلا من گوشه سمت راست گذاشتم،
میتونه گوشه سمت چپ باشه، میتونه بالا باشه، میتونه چپ باشه، هر جایی که دوست داشته باشه. فقط یه نکته بهتون میگم، اینجا مارجین حتما به تصویرتون بدید، یعنی اینکه شما تصویر صفر و صفر مارجین نگیرید که گوشه گوشه باشه. شما حتما دو و دو یا سه و سه، چهار و چهار، هر چی که دوست داری، مقداری که دوست داری مارجین بدید حتما به وبتون، که به تصویرتون، که قشنگ تر بشینه. میریم تو قسمت موس. قسمت موس همون دوتا گزینه بود که اون طرف براتون کامل توضیح دادم که مثلا افکت داشته باشه موس یا همچنین حالتی افکت نداشته باشه. میتونید رنگای افکت رو عوض کنید، هر رنگی که دوست داشته باشه میتونید بذارید، میتونید مثلا الان زرد بذارید ببینید حالت زرد میشه، حالا هر رنگی که شما دوست داشته باشه. من قرمز پیش فرض بود و من رو هم قرمز اوکی هم، باهاش مشکلی ندارم. این طرف به شما میگه که مثلا میخواین هایلایت موستون، مثلا وقتی موس میرید کنار جایی میره مثلا یه هایلایتی باهاش همراه باشه، مثلا هایلایت زرد رنگی داشته باشه. الان یه رو حالت هایلایت زرد رنگه، من مثلا میتونم بگم آقا هایلایت آبی باشه، ببینید این حالت آبی شد، یا مشکی باشه، مشکی میشه، حالا هر چیزی دوست داره، همون زرد پیش فرض اوکی خوبه. میتونی اینه داشته باشه، میتونی نداشته باشه، که من برش میدارم، سلیقه‌ایه. و دیگه تو قسمت موس هم من چیز دیگه ای نمیبینم. این بازاره مثلا رایت و لفتشه که مثلا کلیکاش چه شکلی باشه، صدا دار باشه یا نداشته باشه، یعنی حالت صدا داره، اگه دقت کنین صدا میده. به حالت کلیک راست و کلیک چپ شما، و میمونه قسمت لوگو و آپشن که اینا هم تو ویدیوی بعدی برای شما آموزش میدم. فعلا دنبال کنید ویدیوی ما رو، خیلی ممنون میشم کامنت بذارید، نظر بذارید، و هر گونه انتقاد پیشنهادی دارید ممنون میشم کامنت بذارید ازتون. مرسی، فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظ شما.